سلام، آنیتا حراتی هستم. امروز راجع به بحث خودآموز بودن یا نبودن موسیقی و روش برگزاری کلاس حضوری آنلاین و آفلاین میخوایم صحبت کنیم. مطلبی که وجود داره، خب ایدئال ترین حالت آموزش، آموزش حضوری فیس تو فیس که معلم و هنرجو کنار هم میشینن، روش مضراب زدن یا تکنیک اجرایی و همه این موارد رو مسلط و واضح و همون لحظه ثانیه به ثانیه، چه بحث آموزش چه پس گرفتن درسی که هنرجو میزنه، زیر نظر دارن. ولی حالا با توجه به شرایطی که هست، ما شرایط آموزش آنلاین رو باید داشته باشیم، ولی اینکه چطور آموزش داده بشه که کیفیتش اندازه کیفیت آموزش حضوری بشه یا بهش برسه خیلی مهمه. اولین مطلب اینه که موسیقی خودآموز نیست. به هیچ عنوان موسیقی خودآموز نیست. هنرجویی که میخواد شروع کنه یه سازی رو بزنه، مثلا دوران تئوریش رو هم رفته آموزشگاه یا به صورت کلاس آنلاین گذرونده یا حتی مثلا یه سری ویدیو دیده، به هر حال یه شمای کلی از مطالب تئوری، جای نوتا و اینا تمرین کرده، خودش رو رسونده. موقع نوازندگی هنرجو حواسش به نوت هست، به اینکه چه جوری باید رو ساز اجرا کنه هم هست، حالت نشستنش رو باید در نظر بگیره، حالت مضراب زدنش، جای نوتا، کشش، نمیدونم اسم نوت، سکوت هست، نیست، ریتمم چیه، سرعتم چیه، همه رو در نظر بگیره. چجوری قرار خودش رو آنالیز کنه که من درست زدم یا اشتباه زدم. تو بهترین حالت از یک روب نوازندگی و سه صفحه قطع نواختن شاید بتونه دو تا ایراد خودش در بیاره. چجوری میخواد حالت نشستنش رو آنالیز کنه؟ زمانی که مجبوره بره فیزیوتراپی و عامل مشکلش رو پیدا کنه. کی قراره که متوجه شه کدوم قطعه درست زده یا نزده؟ موقعی که داره یه مقدار به گوشش توجه میکنه تا به علمش. گوشی ساز زدن خیلی خوبه، اینکه شما یه چیزی رو بشنوید و همون رو همون لحظه بتونید اجرا کنید خیلی خوبه، خیلی توانایی عالیه. ما داریم، میلیون ها نفر دارن تلاش میکنن که این توانایی داشته باشن، هنوز به دست نیاوردن. این توانایی خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه، ولی همه چیز نیست. به خاطر اینکه شما یه نوتی اگر بزنن جلوتون، خیلی وقتا ممکنه که به اشتباه بر بخورید، یا اون گوشی شنیدنه، گوشی ساز زدنه یه مهارت تربیت شنوایی نیاز داره که شما بدونید دقیقاً چه فرکانسی از ساز رو دارید دریافت میکنین، چه کششی از اون فرکانس هست. نیاز به تجربه داره، نیاز به تمرین داره. شما بارها اجرا کرده باشید از رو نوت که بتونید دقیقاً تشخیص بدید. این که میگن طرف مثلا پشت کیبورد نشسته، پشت پیانو نشسته و همون لحظه آهنگ فلانو زده و آموزش ندیده بوده، خب دمش گرم، ولی کافی نیست، واقعاً کافی نیست. مثلا ما برای هر نوتی چند حالت نوازندگی داریم. بر اساس توضیحی که توی ویدیوهای قبلی داشتیم به عنوان علامت‌های سرکلید که دیز، بکار، بمول یا بخش تو موسیقی کلاسیک ایرانی یا سنتی، حالا ربع پرده کرنسوری هم داریم، خیلی وقتا گوشی که تربیت شنوایی نشده تفاوت اینا رو تشخیص نمیده و نمیتونه بدونه چی به چیه، و ما حالا گام‌ها و دستگاه‌های متفاوتی داریم. اینکه دقیقاً کجا چه اتفاقی میفته، فواصل بین نوت‌ها چیه، چیزیه که واقعاً نیاز به تجربه و تمرین داره. کلاس آفلاین یا ارائه کردن یه سری وایس یا ویدیو برای آموزش کافی نیست قطعاً، به خاطر اینکه هنرجو نمیتونه خودش آنالیز کنه. نیاز هست کسی که خب یه بخش اساسی و زمان اساسیشو گذاشته برای معلم بودن، یعنی تجربه نوازندگی داشته، نوازنده خوب، سالم، موفق و خوش تکنیک و خوش سوناریته و توانمندی بوده، حالا اجازه پیدا کرده، یعنی یه هیئت جوری، یه سازمانی، یه چیزی پشتش بوده که اجازه معلم بودن رو براش صادر کرده، که البته متاسفانه این روزها این قضیه هم خیلی منتفیه، ولی درستش اینه که اون آدم یه تاییدیه درستی داشته باشه که اجازه تدریس پیدا کنه، چون داره با زندگی و آینده یه تعدادی بچه یا حال خوبه یه سری آدمای عاقل، بالغ و بزرگسال طرفه، نمیشه باهاش بازی کرد. اینکه یک سال طرف بیاد شهریه بده و یه چرخه زندگی راه بندازه خیلی کافی نیست، واقعا نیاز به یه سری علم و پشتوانه تجربه و علمی داره. ولی مسئله اینجاست که کلاس آفلاین کافی نیست. درسته ما توی سری شرایط خاص این کار رو انجام میدیم که مثلا
یه سری ویدیوها رو جدا میفرستیم، ضمیمه میکنیم، کمک میکنیم. ولی درستش اینه که یا کلاس آنلاین باشه یا حضوری که بشه بهترین حالت رو داشت. مثلا من الان کلاس آفلاین برای هنرجو برگزار کنم، هنرجو میاد مثلا یه ویدیوی وایس که به کنار، وایس که هیچ کنسل هستم، میذاریمش کنار، یه ویدیوی مثلا 4 دقیقه از تمرینش برای من میفرسته. خب من چجوری قراره که یادم بمونه که ثانیه 20 چه اتفاقی افتاده، چجوری باید انجام میشده، دقیقه یک مثلا یک و مثلا 40 ثانیه چی شده، دقیقه 3 چی شده؟ خب گویا نیست. بعد خود هنرجو باید بره یکی یکی پیدا کنه اون ثانیه چی بوده، من چی کار کردم، حالا معلمم چی میگه. کافی نیست واقعا. و یکی از دلایل اساسی که ما اجازه نمیدیم و نباید این اتفاق بیفته، خواهشن سر کلاس وایس یواشکی مخصوصا نگیرید یا ویدیو نخواهید که ضبط کنید، اینه که شما میرید تو فاز تقلید. کار من معلم خیلی راحت تر میشه شما به خاطر اینکه میرید هی اون ویدیو رو نگاه میکنید یا وایسی که ضبط کردید رو گوش میکنین و سعی میکنید مثل اون اجرا کنین. خب کار من خیلی راحت تره، ولی آیا چیزی برای شما باقی میمونه؟ شما درگیر اون نوته میشید که یه ایراد و اشکالی پیدا بشه که ما بخوایم اون اشکال رو رفع کنیم که تو قطعات بعدی این مسئله پیش نیاد. شما اومدین مثلا به هر حال به هر شکلی که بود کتابای مربوط به ساز خودتون رو تموم کردین، نوازنده خوبی شدین، معلمتون هم خیلی تشویقتون کرد که آفرین تو خیلی بدون ایراد و اشکال رفتی، که این خودش همیشه جای سوال داره که چرا طرف هیچ اشکال و ایرادی نداره، در صورتی که خب اون معلمه میدونه چالش اون درس چی بوده و کی کجا گیر میکنه. به هر حال وقتی یه تایمی میگذره معلم ها هم یه شناختی پیدا میکنن که جنس مضراب زدن اون هنرجو چجوری هستن و میدونن که کجاها ممکنه به چالش بر بخورن، پیشا پیش اونو توضیح میدن، کمک میکنن، یه علامتی گوشه اون میزان و بخش میزنن که اینو مراقب باشه، نکتهش مثلا اینه. ولی خب وقتی که خیلی بی ایراد باشه و حالا فارغ التحصیل میشه و تبدیل به یه نوازنده خوبی شده، میخواد وارد یه گروهی بشه یا بره توی یه استودیوی ساز بزنه، میره و یه پارتیتور یا قطعه میزنن جلوش و قرار دشیفر کنه. دشیفر یعنی شما قبل از این که اون نوت رو از قبل دیده باشین اون نوت رو میزنن جلوتون، میگن حالا بچه اینم تمرین کنیم، حالا تو که تا اینجا اومدی، تو هم که نوازنده خیلی خوبی هستی، تعریفتو شنیدیم، بیا اینم بزن ضبط کنیم. خب نمیتونه، چالش داره براش، اون فقط یاد گرفته که تقلید کنه، یاد گرفته که یه ویدیو رو ببینه، یه وایس رو گوش کنه و سعی کنه این همون اجرا کنه. نمیتونه نفر اولی باشه که با اون قطعه و تکنیک روبرو شده. خب این بزرگترین اشکال و ایراد برای نوازنده است، برای اون هنرجوه، نه برای معلمه. درسته که اعتبار اون معلم هم ممکنه یه جاهایی خراب بشه، ولی خب قطعا اون معلمه شاگردای دیگه‌ای داشته که گویای کارش باشه. مسئله اینه که با زمان و هزینه و اون پروسه و روندی که هنرجو طی کرده داره بازی میشه و این خوب نیست. هنرجوهای عزیز، این کار رو انجام ندید، این خواهش رو نداشته باشین، به ضرر خودتونه. حالا یه وقتایی هنرجو پیش میاد که خیلی دیر قانع میشن، ولی خب وقتی که تفاوت رو تجربه میکنن خیلی کمک کننده است. ولی خب مثلا متاسفانه من شنیدم معلمایی که معلمه میزنه میگه تو ضبط کن، برو تمرین کن. خب من خودم مثلا سر کلاس از هنرجوام خواهش میکنم که مثلا فلانی که تا مثلا صفحه 200 کتاب مثلا پیش اومدی، تا صفحه مثلا 100 کتاب پیش اومدی، همه این تکنیک ها و اتفاقایی که تو این قطعه جدیدت هست و ما تا اینجا کار کردیم، من بهت درس دادم، الان میخوام مثلا این صفحه 100 رو بهت درس دادم، میشه خودت بخونی؟ یکم باش چالش داشته باشیم دیگه، چیزی نمیشه. که کلاس محل یادگیریه، اشکال داشتن و ایراد داشتنه که برچسبی رو کسی نمیزنه. مهم نیستش که اگر اشکال داشته باشه خب بهش یادآوری میکنیم، اگر هم نداشت که واقعا دمش گرم، خیلی هم عالی. سرعتش کمه، خب قراره که دفعه اول با اون قطعه روبرو شه، خیلی منطقی، اوکیه. اشکال و ایراد میخواد داشته باشه. من برای همین اونجا، من معلمم، من شغلم اینه که دوتا ایراد پیدا کنم و اون آدمو ارتقا بدم. اگه قرار بود همه از روز اول همه چیو بلد باشن که اصلا قشنگ نبود، درست نبود که. اون چرخه شیرین یاد گرفتن و اینکه آدم خودشو با یک سال پیشش، با دو سال پیشش، با یه ماه پیشش بخواد مقایسه کنه که نبود که. پس پروسه کلاس آفلاین کنار، وایس و ویدیو گرفتن از سر کلاس لطفاً کنار، میمونه کلاس آنلاین. کلاس آنلاین یه سری شرایط داره دیگه، یه سری زاویه دوربین خوب باشه، اینترنت خوب باشه. اوایل خب خیلی وقتا هنرجوها هول میشن که مثلا فکر میکنن خب دوربین خیلی چیز ترسناکیه، طبیعیه.
ولی خب گویاست، میتونه خوب پیش بره به شرط اینکه همه چی درست باشه، مثلا اون کیفیت و زاویه دوربین مناسب باشه. مثلا منی که قراره قانون یا چنگ درس بدم، دوربینمو نذارم اینجا که طرف داره فقط بدنه سازو میبینه، دوربین بیاد اینجا یا اینجا که صدا تصویر من درست باشه. حواسم باشه که هنرجوه تو اون ویدیو کاله داره چی کار میکنه، حواسش هست نیست، اگر سوال داره همون یتیکی که به من میگه من بتونم رفع کنم سوالشو، دست من مضراب زدن من همه رو ببینه. و خب کلاس آنلاین میتونه خیلی خوب باشه، کما اینکه من مثلا خیلی داشتم شاگردایی که ایران نبودن، تهران نبودن، به هر حال فضایی که داشتیم طوری بود که مجبور بودیم کلاس آنلاین داشته باشیم و خب الان خیلی هاشون نوازنده و معلم های خیلی موفقی هم هستن. پس کلاس آنلاین اگر درست برگزار شه قطعا کمک کننده است. و خب خیلی وقتا هنرجو میگن نه قطعا حضوری باشه، ما تا خودتون رو نبینیم نمیتونیم یاد بگیریم. خب من که خیلی خوشحال میشم همه رو هر هفته ببینم، یه تایمی با هم داشته باشیم، حالمون بهتر باشه کنار هم. اولین هدفمون اینه که حالمون بهتر باشه، ولی خب یه وقتایی امکانش نیست دیگه، چه واسه مثلا معلمه چه واسه هنرجوه، ممکنه نزدیک هم نباشن. اون کلاس آنلاین انقدر باید تو استاندارد خوبی باشه که اون تجربه کردنش به هنرجو ثابت کنه که آخه کلاس حضوری هم اگه نشود چیزی از دست نمیدم، به خاطر اینکه کیفیت درسته، چون معلمه اون کیفیت رو ایجاد کرده. این راجب این قضیه. و موسیقی خودآموز نیست دیگه، یعنی این رو در نظر داشته باشید که قطعا کسی نمیتونه خودش از صفر شروع کنه و نوازنده موفقی باشه، همیشه نیاز به یه معلم، یه پشتیبان، یه حامی، یه کسی که خیلی دوستانه، یا مثلا حالا با توجه به شرایطی که هنرجو داره، چون یه سری ها اصلا تو تایپ شخصیتی برتری طلبن، یه سری ها منزوی هن، یه سری ها دوست دارن که بیشتر باشون کار شه. این انعطاف رو معلم باید داشته باشه، معلم سالم و موفق برای هنرجوهاش کسیه که بعد روانشناسی رو هم فعال کرده باشه. معلم بودن یه مقدار بار سنگینی داره، این نیستش که اگه من این کتابو درست دادم اوکی برم کتابو درس بدم، یه مقدار طرف زندگیش رو باید گذاشته باشه پای این که معلم باشه و معلم بودن رو دوست داشته باشه، نه درآمدش رو.